سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم افزایش نرخ مواد نفتی در کشور نگرانی هایی را ایجاد کرده است برخی از آگاهان میگویند که حکومت باید از بازارها نظارت کرده و مانع گرانفروشی از سوی سرمایه گذاران نفت در کشور باشند در همین حال ریاست مواد نفتی و گاز مای می گوید که بلند رفتن بهای اثار و نرخ مواد نفتی در جهان از عوامل آمده میباشد و اینجا برای بحث بیشتر عبدالقادر جیلانی آقای مسئله اقتصادی با ما هستند جنرال صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید علیکم و سلام تشکر سلامت باشید آقای جیلانی دقیقا در چند هفته گذاشته بهای های مواد نفتی به خصوص پترول خیلی افزایش پیدا کرد دقیقا عواملش چه میتونه باشه؟ افغانستان سالانه در حدود چهار میلیون تن ما دیزل و پترول ما وارد کشور میکنیم که تقریبا تا یک و نیم میلیون تون به شکل قانونی از راهای رسمی از راهای رسمی ما داخل کشور ما میشه اما متاسفانه که تقریبا نیم میلیون تون مواد نفتی به شکل غیر قانونی یعنی به گونه قاچاق وارد کشور میشه که باز هم امو رقابت سالم هم در بازار از بین میبره و حکومت هیچ کاری کده نمیتونه سرحداتی که ما داریم سرحداتی ما باز است به همه همسایه ما و به شکل قاچاق مواد نفتی وارد کشور میشه این یک مشکل بزرگ است ولی باز هم اقداماتی را که ما در سالهای 13 94 و 95 و 96 حتی 97 ما داشتیم اقدامات خیلی خوب بوده و ما از اقدامات وزارت مالیه تقدیر میکنیم استقبال میکنیم مثلا قیمت های مواد نفتی با وجودی که در مارکت های جهانی بسیار بالا هم رفته بود حتی تا یک هزار دلار هم بالا رفته بود اما قیمتی را که در داخل فیتون حکومت تعیین کرده مثلا تا 650 بود و بالاخره امروز یعنی تقریبا 4.500 دلار فیتون است یعنی بسیار کافی است یعنی باز محصول گمرکی را وقتی که ما وضع میکنیم با اساس چار و وضع میکنیم با اساس اونمو قیمت جهانی ما وضع نمیکنیم با خاطر ازی که ما بتانیم که قیمت ها تا یک اندازه ثابت نگاه کنیم در بازارهای داخلی ما با خاطر ازی این اقدامات را ما روی کار گرفتیم و در محصول گمرکی ما تقریبا دوازده فیصد بود که به شش فیصد پایین آمده یعنی شش فیصد کاهش آمده در محصول تیل ما مواد نفتی ما و باز هم یعنی دیگه طرف اگر ما ببینیم گاز تقریبا فیتونا که کابینه تصویب کرده تقریبا سی دلار است که باز هم همین تجار ما میتونن عمده فروش و بالاخره دکاندار ما این میتونه که تا به 40 45 روپیه بفروشه یا قیمت مناسب است سرمایه سرمایه‌گذاران نفت در کشور چرا همواره زمانی که نرخ نفت در بازارهای جهانی یک یا دو بلند میره اینا بسیار تا در تا 15 روپه در افغانستان بلند میبرن زمانی که نرخ ها بازم یک یک روپه پایین میه و اینا بسیار کم پایین میارن در اینجا علت چه میتونه باشه امروز پترول یعنی پترول عادی در بازار تقریبا فیلیتر نرخش تقریبا 52 افغانی است بله. و ا پېټرولي سوپر قیمت ايش تقریبا فی لیتر به 600 غنی بالا رافته و ا دې موضوع کیفیت هم خېلی مهم است کیفیت هیڅ کنټرول ن메شه با وجودی کی ما در همه گمرکات کشور اداره انصا دریم کی امی اداره نور مستندر کی امی کیفیت تیلا به شکل منظم بیت کنټرول کنه و یک وظیفه اumedeshon انیست کی باید امی کار انجام وته کار امی کار خود درست انجام داده نمیتونه و دغه طرف مباديرم په جيرم کې حکومت هم در کنترل قيم مطلق ناکام بوده نه نا فقټ در عرصي مواد نفطي بلکې در همي مواد کې روزمره کې مو به نياز دريم قيمت قيمت ايش کنټرول نيست او در قانون شرواله هاي نه در قانوني در وختي طالبا که امو قانون ساخته شده تا بالی ما قانون شروالیا یا قانون جدید هم نداریم امی وجیفه چرا امی... قیمت ها کنترل نمیشه به خصوص مواد نفتی دقیقاً و مواد نفتی که داخل افغانستان میشه چقدر از این در حال حاضر بی‌کیفیت ببینید من میخوایم اینو میره وضاحت چرا می قیمت ها کنترل نمیشه مثلا مواد قیمتای نف... قیمت های دیزل و پترول و مثلا قیمت های ها مواد خوراکه در افغانستان هیچ کنترل نمیشه به خاطر اینکه در قانونی سابقی که ما داشتیم کتاب امروز اونمو قابلیت اجرا سم قانون قانون شړوالي هاست چې आम्ही وظیفه را در ولایات در مرکز بشړوالي ها سپورده شو تدفق قانون چې आम्ही قیمت کنټرول کونه حتی کیفیت به کنټرول کونه ولی مواد نفتی دو هیڅ ذکر نشود انالو در افغانستان هیڅ اداره وجود نداري چې आम्ही قیمتҳои پېټرول او دیزل کنټرول کونه بوز نظامي اقتصادي چې ما داریم یعنی بازار آزاد در باز حکومت کدام نقش فعال نداره فقط در مثلا در بعضی از موارد تدخل هدفمندانه داره حکومت که مثلا میتونه که مثلا حمایت کنه مثلا قوانین مثلا ایجاد کنه و یا مثلا در قوانین اصلاحات به میان بیاره یعنی کارهای حکومت است یعنی حکومت در بازار چرا, حکومت تا این لحظه نتونسته اقدام جدی روی دست داشته باشه به خاطر که ما که وقتی که نظام اقتصادی ره که ما در افغانستان رایج است ینمی بازار آزاد است ما تجارو ماندیم که خودشان سرمایه گذاری کنن فابریکه ها را بسازن واردات کنن و صادرات کنن به شکل بسیار آزادانه ما گفتم نه که حکومت کدام نقش فعال نداره ینهالی تا به امروز ما یک امریت داریم امریت تنظیم مواد نفتی در وزارت تجارت و سنایع داریم که تابال هیچ کاری نکرده ما دیگه طرف تصدی دولتی داریم تصدی دولتی نفتی داریم ما آه, که اصلا هیچ کاری صورت نگرفته ما, ما تصدی گاز داریم آه, یعنی تصدی دولتی است که واه هم نه ظرفیت داره و نه هم آه, حتی اداره خود و تنظیم کده نمیتونه اداره خود مدیریت کده نمیتونه چطور و میتونه که بازارهای افغانستان مدیریت کده بتونه آقای جلانی در اینجا وظیفه شرکت مواد نفتی و گاز مایع چه هست در پلوش نرم استاندارد ببینید وظیفه مشخص شنامی است که مثلا یا هم مواد نفتی را وارد میکنه به کشور و قیمتایشان بر اساس اونمو قیمتای جهانی تعیین میشه و قیمتها نسبتا قیمتای ارزانتر تعیین میشه به خاطر ازی که در بازار یک رقابت سالم ایجاد کنه مثلا اگر شما ببینین در دیمزنگ یک پمپ تیل دولتی است که مثلا یک امو ام تیل پترول تیل عادی بابا با چلو چلو و مثلا اگر چلو چار بفروشه باز همه مو امی موتروانا خریداری فقط از این تانگ تیل میکنه ان تانگ تیل های خصوصی مجبور و مکلف است که قیمت خود پایین بیاره یا که رقابت بمیان میان بیاره اصلا در اینجا هیچ رقابت نیست آقا جیلانی به نظر شما چرا در هر ناهی کابل قیمت ها متفاوت است؟ خاطر از اینکه هیچ اداره نیست اصلا که این را کنترول کنه شما مثلا هر اداره هر وزارتخانه اینمی از هر تانگ تیل خریداری میکنه تیل روغنیات خریداری میکنه با موتورهای خود و قیمت تیل دقیق درک درک کردن و درک میکنن وزارت تجارت و صنعت موتورهای خود دارن با موتورها و اراداجات خود تیل خریداری میکنه اما قیمت معلوم است دیگه طرف اگر شما میبینین مثلا امکان داره که با 48 و 50 افغانی تیل خریداری کنه یک وزارت وزارت مالیه با 52 پ 55 خریداری میکنه درست است دیگر طرف وزارت خارجه مثلا به 52 خریداری میکنه و فقط یک یک تعامل است به یک شکل به خاطر از که اگر امی وزارت خانه ها به با, با, با می ام پمپ های تیل کار میکنن فقط جرامت است اما قیمت است که به هر اندازه بالا میبری کسی نیست که کنترل کنه این قیمت ها را. جلانی در بازار مواد نفتی دقیقا چقدر میتونه دست مافیا شریک باشه بسیار یک سوال بجا کردین نمی مافیا است که قیمت های تیل و گاز به شکل غیر متناسب بالا میره ب خاطر ازی که کسی نیس جلوې ازیره بگیره مه نمیتانم که نامهای ازیاره بگیرم و ضرورتهم نیست که نامهایشه بگیرم بخاطر ازی که از تکسیوان شروع تا به وزیر همه مردم همو حلقههای معافیه ی ره میشناسن که تیل د دسته کی هست به شکل انحصاری و انحصار به یک اندازه زیاد شده فقط عن در چیزهای بسیار عادی مثلا همی ادویه طبی انحصاری است در افغانستان گاز انحصاری است مواد نفتی ته دیزلو پترول و نمی همه انواع تیله که در افغانستان می بینین ای به شکل انحصاری وارد کشور میشه دگه هیچ کس نمیدانه که مثلا همی مواد نفتی را وارد کشور کنه باز ینمی حلقه ها و ینی روه باندهای مافیه ای بسیار به شکل منظم کار میکنه به خاطر اینکه مثلا وقتی که ما گاز از ازبکستان میخریم اینمی حلقه های مافیایی بسیار رابط گسترده داره با مو حلقه که در ازبکستان کار میکنه بنا امو حلقه های و های که در در ازبکستان کار میکنه امو تیله به دیگه افغان نمیته به دیگه تجار هیچ نمیفروشه اصلا به خاطر اینکه کارشان جور به یک تجار به یک زورمند به ساسیون کارشان جور اس ههیچ ضرورت نیست که با دیگه نفر بفروشه و مواد خوراکه ره که ما مثلا ارد و گندوم از قذاقستان میخریم باز هم به شکل انحصاری همو خریده میشه همو تاجرهای که ما داریمتاجر متوسط... متوست ما باز نمی تیل و گازه اجنبی اجنبی گروپ های انحصاری میخره و به شکل عمده در بازار میفروشه. این علاقات تا چقدر میتونن که بازار مواد نفتی را بر هم بزنن یا خراب بکنن؟ بر هم زدن بازارهای افغانستان یا برباد کردن به خاطر از, از اینکه قیمی می تناسب قیمت ها را از بین بردن، امو توازن قیمت ها را از بین بردن ولی هیچ کس نیست که جلب اجربه بگیره به خاطر از اینکه ای, ای فقط یک تاجر نیست، دیگه طرف حمایت از پارلمان میشه. و حمایت قوی از ارگ داره حمایت قوی از زورمندان محلی داره مثلا در مزار شریف همو افراد و اشخاصی ک ك... ته له مواد نفتی را وارد میکنه معلومه ده به همه مردم معلومه است ولی هیچ کس هی یچیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی حکومت در عرصه کنترول و مدیریت قیمتا ناکام بوده و یک مکانیزم مشخص شما نداره. چرا حکومت در این عرصه بر جلوگیری این موارد ناکام است حالا ببینید ما تا بانوز شما یک وزیر بپرسین ما تا یک مکانیزم یک طرز عمل و یا یک پالیسی مشخص به خاطر کنترول قیام نداریم در واقع. چرا تا حالا نداشتیم هیچ یک پالیسی فقط امی مسئولیت مثلا مسئولیت مواد خوراکی و هم بشروالی داده شده در مو قانون و شاروالی ها که بسیار ضعیف هستن پولیس تحصیلی نداره و خودشان یک ارگانی است که یک تصدی خود کفاست و یک تصدی خدماتی است که وا نمیتانه که مثلا فشاره وارد کنه بالای دوکاندارها او هم یک مکتوبه روان میکنه به قوemandani amniya agar qumandon tabiatish jor basha wa bo khay hamkari mekona agar nay masalan imtiyaz mekhaya ke ba ma masalan yak pan numra yak do numra beti ke ba ma hamkari kunam masalan ba re ma pul beti ke ma hamkari kunam pulis ma pul mekhaya ba khatir waqti ke hamkari mekona ba ma pul mekhaya ma bayad pul betim ke wa hamkari kunam wa dar dakhil dar Kabul ma ma beshtarin mushkilati ke ma darim dar Kabul dar walayat darim dar marakezi walayat darim مشکلی ما در کابل اینمی است که تا امروز شما برین درمی سرک دارالامان وقتی که یک مواد خوراکی مثلا یک جنس شما میخرین قیمتشان قیمت همو جنس متفاوت است به به دکانی که در همو در, در همو منطقه دیگه دکان شما ببینین اونم جنس متفاوت است قیمتش یعنی کنترل قیم بلخوای. اصلا هیچ وجود نداره به نظر شما تا چه زمان بازار مواد نفتی به دست مافیا خواهد بود و تا چه زمان حکومت این وضعیت را کنترل نخواهد کرد به خاطر اینکه در امیتای 17 سال در دست اینمی زورمندان و اینمی حلقات مافیایی است و هیچ کس جلوی از جیره نگرفت تا به امروز پس اینجا و... آقای جیلانی جلوی عجی... بیشتر کی میکنه و با کی مستحلیکین ما شما نمی مردم بیچاره نمی تکسیوان ما اینمی مردم دی ای و خساره میبینن یا خو هیچ خساره ندارن یا خو کاروبار داخل هستن کاروبار میکنن و اصلا قیمت مواد نفتی مثلا قیمت فیلی دیزل و مثلا فی کلو گاز اینمی قیمت ها اصلا ت... کی تهین میکنه یعنی خود اینمی تجارت تجار تهین میکنه اینمی هلقات حلقات مافیایی که شما نام بردین مردم تهین میکنه اصلا بخاطر خاطر از کدام مکانیزم وجود نداره که قیمتها به کدام اساس باید تعیین شوه ما در اقتصاد در تجارت ما یک مکانیزم مشخص داریم بخاطر خاطر وضع قیمت که قیمت با... با... با مثلا یک جنسی که تولید میشه ازو که مثلا تمام شد مثلا به چند روپیه به با... شرکت و مثلا به فابریکه اى تموم میشود چند روپ مثلا چند فیصد دری بعد او امو فائدہ هم اضافه وسازو بالاخره او به اومده فروش او به اومده فروش بعد ازو به دکاندار او به مستهلك میرسه و یک تضاد کالهاس کی مثلا از خارج همی تجارهای انحصاری مثلا تاجران انحصاری کی زرمند هستند حمایت از پارلمان میشه حمایت از حکومت میشه از مقامات حکومتی حمایت دارن اونم مردوم میخرن اونم جنسه وخت کې می خران او در مارکیټ افغانستان دا به مس بشک مثلا در بازار منطقوي مثلا در پاکستان یو جنس به فروج میرشه بعد ازو و انتقال میشه په افغانستان هم به مسلیکن سره نرخ دلخوا است آیا در کیفیت تغیر هم دیدمیش یا اخر ببینین در کیفیت موضوعی کیفیت یک موضوع جدا است ببینین وقت وقتی که می قیمتا کنترل میشه اگر با کیفیت موضوع کیفیت کیفیت خوب به هر صورت باید کنترل شوه این مثلا این میره باز خودشان کنترل میکنه ما میگیم وقتی که كي کیفیت هم درست باشه اما قیمت که کنترل میشه باید تحت نظر حکومت تحت نظر ادارات حکومتی باید تعیین شوه بار مشوره باید تعیین شوه درست است ما در بازارها مداخله نمیکنیم ولی در عین زمان تاجر ما باید انې هم مسولیت مسولیت بپذیرن چې به حکومت مشوره کنن به وزارت تجارت ما به وزارت مالیه به وزارت اقتصاد مثلا ادارات دیګريې است چې فعالیت دراڼه به وا مشوره شوه بعد از مشوره یو نرخ تعیین میشه انو مو... علی مثلا مفهم. مثلا امی پټرول سوپر به 600 افغاني فروخته میشه به کوم اساس به کوم دلیل انې می تجارت انې می مالک تیل ټانک شومو بیرن بپرسین چې به کوم اساس شومو به کوم نورم ها ینا مين درخه شما تعین کردین یک پروسه خو دار تهین نرخ با کوم پروسه سره شما پیش بردین کی یو نرخ تعین کردین و نو مو فقط یک ساده ها تن تیلک مواد نفتی را وارد کشور میکنه دونه مو دونه مو حیرتان د و شیر خان بندر دونه مو جو نرخ یې تعین میشه و وا وخت نرخ ځکه ازونجا کی مخه نرخ یې تعین ایس و نو مو په فروش میرسونه بازار افغانستان هیڅ د نظر نیولته نمیشه په خاطر ازی کی ما یک کشور مصرفی استیم و ما مثلا به میلیاردها مثلا بیشتر از دو میلیارد دلار ما فقط واردات داریم در مقابلش 700 میلیون دلار ما صادرات داریم ببینید ما یک کشور مصرفی هستیم مردم ما مثلا از مواد خوراکا شروع تا به و مثلا به لباس و مثلا به مواد نفتی و مثلا به ادویه به همه چیز ما نیاز داریم به خاطر از اینکه در داخل ما در داخل ما تولید و صنعت نداریم با با اندازه نداریم که با ما تکافو کنه درست است به خاطر ازی قیمت ها های کالا به شکل غیر متناسب بالا میره و کسی جلوی گرفته در اینجا وظیفه وزارت های مربوط چه هست و ریاست هایی که دقیقاً بر کنترل این وضعیت صحیح هستند چه باید بکنن و دقیقاً چرا تا حالا نتونستن کاری بکنن ببنید. پس بودن هم چه وزارت ها چه بدن؟ ببینید در کابینه هم یک تصمیم بسیار خوب گرفته شده بود او اخمه هم شاهد ازی بودم که یک تصامیم خیلی خوب گرفته شده بود اما سکتور خصوصی هیچ کاری نمیکنه این نمی کنه. اینمی سکتور خصوصی است که بارها بارها چې افغانان اجازه مې بره کوي چې حکومت هیڅ هم کاري نه کوي ولې خپله هم همکاري نه کوي با حکومت هیڅ هم کاري نه کړدان تا به امروز به حکومت هیڅ همکاري سکتور خصوصي نه داشته اېره همه تاجرای مو ان همې دکاندارای نه میره بد پزیره دکاندار په وخت او زمان مالې را نه ميپردازه امی تاجر اس وخت کې واردات واردات میکنه امو محصول ګمرکی را په وخت او زمان نه ميپردازه درسته دي دغه نیم مشکلات است کې نیم مشکلات را سکتور خصوصي ایجاد کرده یعنی چطور حکمت باز کی که اینمی ها را کنترل کنه ببینین وزارت مالیه که اقدام بی سابقه را داشته یک بهترین اقدام کرده ببینین اینمی قیمت که مثلا اگر در 52 باشه در 52 افغانی فیلیتر باشه پترول عادی امیر شما ضرب کنین تقریبا با هزار افغانی میشه او را پس ما تقسیم افتار دو ا فتو ددو کې کونیم تقریبا ته امکان دی رکه 888.500 ډالر مېشه او تقریبا 750 ډالر مېشه ولی باز هم نرخه رکه فیتون وزارت ماليته یې ان کړده 4500 دلار است یعنی ما بر اساس 4500 دلار ما محصول گمرکی را موازی می در, در پایان برای و خیلی کوتاه برای بیرون رفت از این چالش چرای حل های وجود داره و چه طرح روی دست ببینین مشکل همه ادا همه اداراتی که در سکتور اقتصادی کشور فعالیت دارند می‌دانند. یعنی می دانن. مشکلات خوب صحیح می‌دانند. وزارت محترم مالیه وزارت تجارت و صنایع مثلا اتاق تجارت وزارت محترم اقتصاد اداره انسا اداره نرمو استندرد و تصدی مواد نفتی گاز مو... م... 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 همه باید یک بورد مشترک ساخته شوه با ریاست وزارت محترم اقتصاد و ای بررسی شوه به شکل منظم همی مسایل گمرکی ما همثا تعرفه گمرکی ما هم به شل منظم برسی شوه و فروش قیمتها در بازار به شکل منظم بررسی شوه و یک تصمیم نهایی گرفته شوه یک لایحه ترتیب داده شود یک مکانیزم ترتیب داده شود تا ما بتوانیم که قیمت های تیل ما در بازار کنترل کرده بتوانیم سپاس عبدالقادر جیلانی آقای مسئول اقتصادی از شما در زیر بنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 72 افغانی و دو پول یک یورو 83 افغانی و 78 پول یک پانه انگلیسی 94 افغانی با 69 پول. یک در همه 19 افغانی با 47 پول. هزار تومن ایرانی 11 افغانی. هزار کلدار پاکستانی 580 افغانی. و هزار کلدار هندی 1054 افغانی با 6 پول. و این هم قیمت تلا. یک گرم طلای کویتی 2500 افغانی یک گرم طلای سنگاپوری 2400 افغانی یک گرم طلای بحرینی 2580 افغانی یک گرم طلای عربی 2370 افغانی یک گرم طلای ایرانی 1900 افغانی و یک گرم طلای روسی 1850 مشکلات تکنیکی باز هم وجود داره سپاس از اینکه تا این دم با ما بودین تا برنامه بعد خدا نگهدار